شباهنگ امشب. چطور صدایتان را به گوش میلیون ها نفر برسانید؟ آبازی خبرساز و جنجالی در تهران و خبری تازه برای شیفتگان بازیگری در لس آنجلس. سلام به شباهنگ پنج شنبه شب، خوش اومدید. پریسا فرهادی هستم، در 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در شباهنگ امشب. با ما همراه شوید. مجسمه مومی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، اهدای جایزه بین‌المللی رومول و گایگوس، نمایشگاهی از عکس‌ها و ویدیوهای نجات معدنکاوان شیلی و فیلم اود 08 در حرف اول امشب با هم ببینیم. مجسمه مومی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 50مین سالگرد تولد وی در هالیوود ساخته شد. موزه مادام توسوی هالیوود حتی کراوات جدیدی که خیاط اختصاصی رئیس جمهوری آمریکا دوخته است بر گردن مجسمه آقای اوباما گره زد. مادام توسو همچنین محل کار رئیس جمهوری در کاخ سفید را شبیه سازی کرده که همگی در نمایشگاهی در پاییز سال جاری برای بازدید عموم آماده خواهند شد. جایزه معتبر بین‌المللی رومول و گایگوس به ریکاردو پیگلیا، داستان نویس آرژانتینی، برای رمانی که به زبان انگلیسی با عنوان هدف شبانه به چاپ رسید اهدا شد. پیگلیا در مراسمی که با حضور سفیر آرژانتین در کاراکاس ونزوئلا برگزار شد، 17مین جایزه رومول و گایگوس را دریافت کرد. رمان پلیسی پیگلیا که در سال 2010 به چاپ رسید، از میان 194 رمان از 17 کشور جهان برای دریافت این جایزه انتخاب شد. این جایزه که از سال 1964 هر دو سال یک بار به داستان نویسان اسپانیایی زبان اهدا می شود، برای تجلیل از نام رومول و گایگوس، نویسنده ونزوئلایی، بنیان گذاشته شد. یک سال از سقوط معدن طلای سن‌هوزه در شیلی که طی آن 33 معدنکاو برای 70 روز در عمق زمین گرفتار شدند گذشت. موزه اسمیتسونیان به همین مناسبت نمایشگاهی از عکس‌ها و تصاویر ویدیویی و فعالیت‌های شبانه روزی که برای نجات آنها صورت گرفت برگزار کرده. وزیر امور خارجه شیلی و 4 تن از کارگران این معدن در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کردند. زمانی که معدن سقوط کرد، همه فکر می‌کردند هیچ یک از کارگران زنده باقی نمانده باشند. اما پس از 17 روز امدادگران توانستند سوراخی به قطر یک پرتقال حفر کنند و تمام 33 تن را زنده بیابند. و سرانجام فیلمبرداری برای تولید یک فیلم جنگی درباره جنگ سال 2008 بین روسیه و گرجستان که بر سر حاکمیت اوستیای جنوبی در گرفت آغاز شد. سناریوی این فیلم که اود 08 نام دارد، توسط مایکل لرنر، سناریو نویس معروف هالیوود و خبرنگار جنگی مجله نیوزویک نوشته شده است. داستان این فیلم بر اساس وقایعی است که در 5 روز این جنگ رخ داد. زنده ماندند. عملیات کاوشگرانه سازمان ملی هوافضای آمریکا ناسا بر روی سیاره مشتری از امروز جمعه 14 مرداد آغاز خواهد شد. هدف از این عملیات که 5 سال به طول خواهد انجامید، آشنایی بیشتر با سیاره مشتری و چگونگی تشکیل منظومه شمسی است. یکی از حلقه‌های گمشده در مورد سیاره مشتری یا جوپیتر این است که ذخیره آب موجود در داخل این سیاره غول‌آسا تا چه حد است. سیاره مشتری پس از تیر، ناهید، زمین و بهرام نزدیکترین سیاره به خورشید است و همچون خورشید جوهر اولیه هستی آن گازهای هیدروژن، هلیوم و سایر عناصر دیگر از جمله اکسیژن هستند. دانشمندان معتقدند آب حاصل ترکیب دو گاز هیدروژن و اکسیژن است و با فرستنده امواج مایکروویو قابل اندازه‌گیری است. دستگاهی که همراه 8 وسیله علمی دیگر کاوشگر جونو به سیاره جوپیتر برده خواهد شد.
حجم آب مشتری مشخص خواهد کرد که این سیاره از کجا آمده و چگونه تشکیل شده است. طبق شواهد و قرائن موجود، مشتری در مناطق تحتانی و سردتر منظومه شمسی شکل گرفته است. ناسا با انجام این ماموریت می‌خواهد دریابد در زیر پوشش ابرهای مشتری چه چیز نهفته است. دانشمندان امیدوارند به زودی دریابند که جونو چه موقع سفر یک ساله خود را در مدار مشتری آغاز خواهد کرد. بالهای جونو پوشیده از سلولهای خورشیدی است و سوخت اولیه آن در مدت 5 سال مأموریتش از طریق انرژی خورشیدی تأمین می شود. جونو تا حد اکثر 5000 کیلومتر و تا زیر حلقه پرتوهای اطراف مشتری می تواند به آن نزدیک شود و در این مدت میدانهای مغناطیسی و جاذبه و عناصر تشکیل دهنده هسته و جو اطراف آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد. صدای آمریکا، واشنگتن. دوستان عزیز، امیدوارم که از این گزارش خوشتون اومده باشه. البته من پوزش میخوام برای اینکه گفتم امروز جمعه 14 مرداد، اما امروز پنج شنبه است. نوبتی هم که باشه، نوبت اخبار فناوری این هفته است. آرش علایی الان در استودیو با ماست تا در مورد داغ‌ترین اخبار فناوری با هم صحبت کنیم. خب تو حامد رفته بودید پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا برای ماموریت، قضیه چیه؟ ما تا حالا نتونسته بودیم به پیتسبورگ بریم. پیتسبورگ یکی از شهرهای بسیار قدیمی امریکا است. به تاریخش برمیگرده، به تاریخ استقلال آمریکا در واقع، و دانشگاه‌های بسیار زیاد و معروفی در سطح ایالات متحده داره، از جمله در مورد روباتیک که دوتا از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا در زمینه تحقیقات روباتیک، یکی دانشگاه کارنگی ملون و دیگری دانشگاه خود پیتسبورگ در این زمینه هستن. ما رفتیم و چندین گزارش داشتیم از تحقیقات روباتیکی که داره انجام میشه در دانشگاه کارنگی ملون. خب وقتی که میگی ربات، خیلی ها یاد رباتایی که در فضا هستن میفتن یا رباتایی که در صنایع اتومبیل سازی ازشون استفاده میشه. منظورت از این ربات ها دقیقاً چی هست؟ ببین، کاربردهای زیادی ما الان داریم در صنعت برای ربات ها. همونجور که شما گفتی، تا حالا هر چی که ما دیده بودیم از ربات ها یا در محیط هایی هست که انسان نمیتونه بره، مثل فضا مثلا، این ربات ها رو میفرستن، یا در صنعت اتومبیل سازی یا صنایعی که احتیاج به کار 24 ساعته توش هست که ربات ها جایگزین انسان میشن. این طرحایی که ما دیدیم شامل چند تا طرح بسیار ساده بود، همونجوری که تصاویر میبینید. یک سری ربات هایی که به صورت خودکار خودشون میتونن در واقع عملیات رو انجام بدن یا کار رو انجام بدن بدون اینکه کسی کنترلشون بکنه. مثلا در یک مورد رباتی که میتونست روی چوب مثلا کنده کاری انجام بده. ربات های دیگری که خیلی روش کار میکنه این دانشگاه، ربات هایی هست که در ماموریت های امداد ازش استفاده میشه، از جمله مثلا همین ماری که چند ثانیه شما دیدید، یک مار روباتیک هست. این مار برای اکتشافات زیر آوار استفاده میشه، جایی که انسان نمیتونه بره، خیلی نازک و کوچیک هست، میتونه بره اون در واقع سر این مار میتونه تشخیص بده اگر زندگی جلوش هست، و بعد میتونن طرف و افرادی که زیر آوار موندن از اون زیر بکشن بیرون. یک سری ربات های دیگه به ما معرفی کردن که بیشتر از طبیعت الهام گرفته بودن، مثل همین ماری که دیدید. یکی دو تا ربات دیگه بودن که مثلا حالا اینجا شما تصاویری که دارید مشاهده میکنید مربوط به چند تا از اونها میشه. یه ربات دیگری بود که از پشه آبی الهام گرفته بود و روی آب راه میرفت. یه ربات دیگری بود که از خفاش الهام گرفته بود و میتونست بپره، خیلی بلند بپره یا پرواز بکنه. به هر جهت این چیزی که مشخص هست اینه که شهر پیتسبورگ الان یکی از قطب‌های صنعت رباتیک در دنیا هست، و این تحقیقاتی که دانشگاه کارنگی ملون داره به طور خاص در زمینه رباتیک انجام میده، باعث شده که سرفصل جدیدی در اصلا دانش رباتیک باز شه. خیلی از دانشگاه‌های دیگه با این دانشگاه همکاری می‌کنن و لطف کردن ما رو برای 2 روز 3 روز در این دانشگاه چرخوندن، کارگاه‌های مختلف رفتیم. 2.0 این هفته اختصاص داره به تحقیقات رباتیک دانشگاه کارنگی ملون. حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم برنامه این هفته رو ببینید.
خب یه سری بزنیم به شرکت اپل که معمولاً هر هفته که صحبت می‌کنیم همیشه هست. هفته پیش نشریه وال استریت جورنال و خب بعد از اون بقیه مطبوعات در آمریکا خبر دادن که شرکت اپل الان از خزانه داری دولت آمریکا بیشتر پول داره. درسته. در این دعواهای بین دو حزب تو این چند وقته که سر استقراض دولت مطرح بود، دولت آمریکا در یکی از این دعواهایی که در کنگره بود مطرح کرد که الان برای اینکه رزرو داشته باشه، یک منبع مالی جداگانه داشته باشه در صورتی که آمریکا به سمت دیفالت بره، نزدیک به 73 میلیارد دلار پول خزانه داری آمریکا کنار گذاشته است که دارن حفظ میکنن. بعد از اون دیروز شرکت اپل اعلام کرد که نقدینگی موجودش اونجوری که در وال استریت جورنال اومده 76 میلیارد دلار الان این شرکت نقدینگی داره که بیش از 2 میلیارد از اون چیزی هست که وزارت خزانه داری آمریکا در فدرال رزرو گذاشته است. چیزهایی که در مورد این گفتن اینه که یکی این که اپل تا سال 2005 9 میلیارد دلار داشت، در عرض 5 سال این مبلغ رو بیشتر از 14 برابر کرده فقط از حالت نقدینگی. و بعد انقدر الان اپل پول داره که وال استریت جورنال گفته که میتونه کورپوریشن معظمی مثل گلدمن ساکس و فیسبوک رو بخره و هنوز پول نقد داشته باشه، میتونه کل صنعت موبایل جهان رو شامل نوکیا، موتورولا و تمام اون شرکت‌های گنده دیگه مثل HTC رو بخره و میلیاردها دلار باز هم پول نقد خواهد داشت. یک داستان کوچک دیگه که در مورد اپل وجود داره، درست قبل از اینکه بیام استودیو دیدم به نظرم جالب اومد، این است که اپل یه سری مدل لپتاپ‌های جدید معرفی کرده مثل مکبوک ایر، بین 1100 تا 1600 دلار، خیلی کوچیک هستن و خیلی نازک و سبک هستن. سری ویندوز این لپتاپ‌ها که قراره با اپل رقابت کنن میگن که سال آینده خواهد اومد و تحقیقی که الان کردن متوجه شدن که این لپتاپ های جدید به طور میانگین 600 دلار از مکبوکر گرونتر خواهند بود. این برای تمام اونهایی هست که یه مقدار از اپل مینالن که چرا انقدر محصولاتش گرونه. حالا میبینید که محصولات ویندوزی هم که قرار ارائه بشه قرار از اپل گرونتر باشه. خب در خبرها اومده بود که بیش از 70 سازمان و نهاد در سرتاسر جهان طی 5 سال گذشته بارها هدف هکرها قرار گرفتن. آیا واقعا این منصفانه است که بگیم که اینترنت ناامن شده به خاطر این هکرها که حمله میکنن به این سایت ها؟ به حضور شما عرض شود که سایت مک آفی وبسایتی هست که کارش در واقع در زمینه ویروس کش ها و در زمینه این هست که حملات اینترنتی رو خونسا بکنه و تحقیق بکنه در مورد این قضیه. این سایت چند وقت پیش تحقیقی رو منتشر کرد مبنی بر این که طی 5 سال گذشته بیش از 70 سازمان بین المللی جهان به دفعات مورد حمله هکرها قرار گرفتن. در این لیست اسم 6 دولت از سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی المپیک و شماری از شرکت های دفاعی امنیتی که چند بار ما خبرش رو تو همین شباهنگ دادیم. مک آفی گفته که بیشتر این حملات به این وبسایت ها از سوی یک کشور انجام شده. مک آفی البته اسم این شرکت رو عنوان نکرده، اما تحلیلگرانی که با مطبوعات دیگه صحبت کردن همه انگشت اتهام رو به سمت چین گرفتن. چین کشوری هست که همین چند وقت پیش هم باز هم در مورد حملات هکری بهش انتقاد شده بود. و در ضمن مکافی گفته که معلوم نیست که چه اطلاعاتی دزدیده شده، اما در از این اطلاعات 100% در رقابت های صنعتی استفاده می شود. خب آخرین خبر داغ در سایت های اجتماعی خبر مختلفی در مورد سایت جدید گوگل پلاس هستش. من خودم با این سایت زیاد آشنایی ندارم، ولی دوستان میدونم که این چه فرق میکنه با فیسبوک، گوگل پلاس و فیسبوک. خیلی سریع بگم، یک وقتی که گوگل این وبسایت اجتماعی داد، خیلی ها گفتن که خب این همه وبسایت اجتماعی هست، چه چیزی این وبسایت قرار متفاوت کنه از وبسایت های دیگر. من یک چند باری با گوگل پلاس کار کردم. تفاوتی که عمده ای که حس کردم تا الان میدونیم که گوگل فقط به صورت دعوتی آدم میپذیره برای عضویت در گوگل پلاس، اما تفاوت اصلی که با فیسبوک داره، شما در فیسبوک یک مجموعی از دوستان دارید. هر تعداد دوستی که شما دارید، اگر یک پستی روی صفحه خودتون میذارید، تمام این افراد قادر خواهند بود این پست رو ببینن. یک آپشنی رو در واقع گوگل اضافه کرده به اسم سیرکل ها. تفاوت این داستان با فیسبوک این است، شما دوباره دوستاتون رو دارید اون بالا، ولی در اون سیرکل ها میاد و این دوستاتون رو میندازید. مثلا یک سیرکل خانواده دارید، خانواده هاتون رو گذاشتید. یک سیرکل دوستان مثلا دبیرستانتون رو دارید گذاشتید.
و بعضی از افراد ممکنه در چند تا سیکل باشن، هم خانوادهتون باشن، هم جزء مثلا هم کلاسیاتون بوده باشن. اینا شما در نهایت میتونید با این سیکل ها صحبت کنید. به عبارت دیگه اگر شما هر چیزی رو بگید دیگه همگان قادر نخواهند بودن رو ببینن یا بشنون. شما حرف های خودتون رو به سمت افراد خاص هدف میگیرید و میگید خب من این حالا پستی که دارم و فقط میخوام خانوادم بفهمن یا فقط میخوام دوستان بفهمن. در این مورد راجبش زیاد نوشتن که این مسئله باعث میشه که خیلی از مشکلاتی که افراد با فیسبوک داشتن رو دیگه در گوگل پلاس نداشته باشند. حالا بعد بایستیم ببینیم که فیسبوک چه کام کنه. بله البته. مرسی آرشد. مرسی از تو. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. باز در رابطه با اینترنت، اگر شما در میان جمعیت عظیمی هستید که با عضویت در شبکه‌های اجتماعی عکسی از خودتون، ویدیو و یا عقاید خودتون رو بر روی اینترنت منتشر کردید، حالا روش جدیدی برای ارتباط با جهان خارج دارید و اون انتشار صدای خودتونه. سایتی به نام SoundCloud که بنیانگذارش در برلین مستقر هست به کاربران اجازه میده فایل‌های صوتی خودشون رو منتشر و در اختیار کاربران اینترنت قرار بدن. بریم ببینیم اوضاع از چه قراره. اکنون شما می توانید به تمام صداهای مورد علاقه تان در یک سایت گوش کنید. از صدای تازه ترین ترانه خواننده محبوب خود که آلبوم جدیدش هنوز به بازار عرضه نشده تا صدای ستاره مورد علاقه تان که از آنچه به وی الهام می بخشد می گویند و یا صدای نوزاد جدید دوستی که در شهری دیگر زندگی می کند. سایتی که به شما اجازه می دهد تمام این صداها را گوش کنید SoundCloud نام دارد. الکس لجانگ و اریک والفورس بنیانگذاران سایت SoundCloud هستند. این دو سوئدی در سال 2007 شرکت نوپای خود را به برلین منتقل کردند و از آن زمان تعداد کاربران SoundCloud به سرعت رشد کرده است. امروز این سایت 5 میلیون عضو دارد. الکس میگوید انتشار فایل صدا بر روی ساوند کلاود شبیه به الگوی سایت فلیکر برای انتشار عکس است. صدا واقعا ما را به خود جلب میکند، از موسیقی گرفته تا شعر، خبر یا صدای مربوط به زندگی روزمره. آنچه بسیار علاقمند به انجامش هستیم این است که انتشار صداهای مختلف را برای کاربرانمان راحت کنیم. الکس و اریک ساوند کلاود را به منظور ارائه وسیله‌ای برای خلق موسیقی آفریدند، اما به مرور زمان کاربران به گونه این سایت را مورد استفاده قرار دادند که بنیانگذارانش پیش بینی نکرده بودند. استفاده از این سایت برای ابراز عقاید، علایق و احساسات در میان کاربران رواج پیدا کرد. ساوند کلاود کاربران مشهور متعددی را نیز به خود جذب کرده است. 50 سنت رپر به نام آمریکایی از جمله یکی از آنها. 50 سنت از طرفداران خود دعوت کرد آهنگی را که بر روی سایت منتشر و با موسیقی خودشان ادغام کرده به قول معروف ریمیکس کنند. یک آهنگ رپی که بر روی ملودی ضرب ساده‌ای خونده شده و در حقیقت به جز صدای 50 سنت صدای چندانی نیست. در عرض چند روز چیزی حدود 3000 سبک مختلف از این آهنگ منتشر شد. به جز انتشار گسترده صدا، کاربران می توانند به صورت خصوصی و یا برای یک یا چند شنونده خاص فایل صوتی خود را منتشر کنند. مسئولان سایت می گویند امکانات سایت به خوانندگان و تهیه کنندگان موسیقی اجازه می دهد در نقاط مختلف جهان با هم همکاری کرده و همزمان بر روی یک ترانه کار کنند. عضو شدن در ساوند کلاود رایگان است و کاربران قادرند بلافاصله پس از عضویت به انتشار صدا بپردازند. اما این سایت به کارگران همچنین اجازه می دهد با پرداخت هزینه‌ای به امکانات بیشتر دسترسی پیدا کنند. الان که نه. Hello.
و اما آب‌بازی در یکی از پارک‌های تهران به شدت خبرساز شده و برای بعضی از جوانایی که تو این گردهمایی شرکت کردن دردسر هم درست کرده. همکارم نگار مرتضوی در استودیو با ماست تا نگاهی بندازیم به این ماجرا و به بازتاب این خبر در شبکه‌های اجتماعی. اما نگار قبل از اینکه برامون توضیح بدی بذار بریم کیانوش سنجری گزارش داره، یک گزارش کامل درباره این موضوع داره ببینیم، بعد برگردیم در موردش. حتما. مرسی. ما کلن پایه ایم، یعنی هستیم. برای بادبادک بازی، رنگ پاشی، آب پاشی با تفنگ های پلاستیکی، خزبازی با پوشیدن لباس های مبدل و حتی حباب بازی با کف صابون. بازار قرارهای فیسبوکی جوانان در ایران این روزها داغ داغ است. گرد همایی آب پاشی با تفنگ های پلاستیکی در پارک آب و آتش و خزبازی با پوشیدن لباس‌های مبدل در پارک پردیسان اعتراض برخی از مقامات دولتی را برانگیخته. برخی از نمایندگان مجلس این جوانان را به هنجارشکنی و ترویج فساد متهم کردند. موسی غضنفر‌آبادی نماینده مجلس گفته برخی ها برنامه‌ریزی کردند برای دور کردن جوانان از ارزش‌های اسلامی. محمد تقی رهبر، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، هم گفته باید مشخص شود چه کسانی با چه هدفی این برنامه‌ها را برگزار می‌کنند. سوال آقای رهبر را از ستاره، یکی از اعضای گروه قرارهای فیسبوکی ساکن تهران، پرسیدم. ما یه سری دوست بودیم که یکی از آدمای اصلیمون هر هفته ایونت می‌ساخت و ماها رو اینوایت می‌کرد، ما دوستام رو اینوایت می‌کردیم، فقط دور هم جمع می‌شیم برای نبودن تفریح که یه لحظات خوشی داشته باشیم. همین. برخی از سایت‌های خبری این گونه قرارها را به برنامه انتخاباتی برخی از کاندیداها مرتبط دانستند، اما اعضای گروه‌های قرارهای فیسبوکی میگویند این قرارها برای شادی کردن است و نه سیاسی کاری. اخیراً من خوندم توی سایت‌های مختلف جمهوری اسلامی که نوشتن این یه بازیه برای انتخابات آینده که زیاد نمونده. اصلاً اینطوری نیست. اصلاً صرفاً ما یه سری دوستیم، نه هیچ فرقه و دسته خاصی که بهمون بستن جدیداً. پلیس گفته تعدادی از دختر پسرهایی را که در پارک آب آتش آب پاشی می‌کردند باز داشت کرده. قبلا هم چند گردهمایی دیگر در تهران برگزار شده بود، مثل دوقلوها و موفرفریها. دیگه حتی نمیتونیم جمع بشیم و با هم راجبش صحبت کنیم، چون که ما به خاطر اینکه تعدادمون خیلی زیاده، حتی وقتی توی پارک کنار هم وایمیسیم بهمون میگن تجمع بیشتر از 10 نفر ممنوعه، نمیتونیم اینجا وایسیم و ما مجبور همه قراردادمون رو و همه اتفاقاتی که میخواد بیفته از طریق فیسبوک با هم آنلاین کنیم. کیانوش سنجری، صدای آمریکا. خب نگار، این یک برنامه ساده و یک گردهمایی ساده چطور اینقدر خبرساز شد؟ والا ببینین، میگن که حالا یکی از دلایلش که اتفاقا خود بچه‌ها داشتن میگفتن اینه که احتمالاً به خاطر اینکه عکسای خیلی خوبی از این ماجرا در مدار، عکسای با کیفیت، عکسای خیلی قشنگ آدم‌ها رو از نزدیک نشون میده و این عکس‌ها خیلی به سرعت توی سایت‌ها پخش شد و خبرساز شد و به هر حال از اون طرف هم مطلع شدن، یه تعدادی از اینا رو دستگیر کردن بچه‌ها رو، حتی برنامه 23 توی تلویزیون مصاحبه‌ای با اینا نشون داده و خیلی برخورد سنگین و سختی باهاشون شده و سایت‌ها شروع کردن راجبشون خیلی نوشتن که اینا مثلا نمیدونم اف مزاحم مثلا مردم، آرامش مردم توی پارک شدن یا حالا کار مختلفی که کردن توی سایت ها نوشتن. خب این جوان ها اصلا از اول چطور دور هم جمع شدن، چطور تونستن هم دیگر خبر بکنن برای این گردهمایی؟ ببینین، اینا گروه های مختلفی توی فیسبوک درست کرده بودن، گروه هایی که خیلی مثلا گروه های واقعا تفریحی و شاد و حالا به بهانه های مختلف، مثلا از چیزای ساده مثل اینکه همه کسایی که موهاشون فرفریه، مو فرفریا مثلا یه روز توی چه میدونم یه پارکی همه با هم جمع شدن و این مثلا تبدیل شده یهو به یه گردهمایی بزرگ، در واقع همون شاید مشابه این کارناوال های شادی، البته در قطع خیلی کوچیک‌تر که ما خیلی وقت توی کشورهای دیگه می‌بینیم و چه می‌دونم حالا به بهانه آب بازی یا نمی‌دونم لباسی که حالا خودشون میگن خز بازی توی پارک جمع شدن، لباسای مشابه پوشیدن، هر دفعه یه قراری می‌ذاشتن توی فیسبوک به شکل یک ایونت، یعنی یه گردهمایی و بچه‌ها میومدن از با قرار قبلی توی یه جایی هم با هم شرکت می‌کردن. منتها بعد از این ماجرای آب بازی خیلی این خبرساز شد و متاسفانه حالا برخوردی هم که باشون شده خیلی برخورد سنگین و جدی بوده. خب دیدم تو سایت های رسمی هم خیلی در این مورد صحبت کردن، نوشتن که این حرکت خلاف عفت عمومیه و جوان ها هنجار شکنی کردن. چه این همه جنجال واقعا؟
ببینین، حالا من بعد از این میخوام وارد کامنت هایی که خود بچه ها دادن بشم، ولی الان باز میخواستم یکم این موضوع باز کنم. اتفاقا من توی فیسبوک خودم هم که پرسیده بودم، چندین نفر لینک دادن به مقاله که امین بزرگیان در این مورد نوشته و چند تا موضوع کلیدی رو که اشاره کردی، یکی بحث این با هم بودن دختر و پسر. ما تو خیلی از عکسام میبینیم که دختر و پسر رو توی فضای خیلی شاد و صمیمی کنار هم جمع شدن و دارن یه حرکت جمعی میکنن، همشون هم جوونن و خب این انگار که خیلی سنگین تموم شده. بحث شاد بودنه که خب این اینجوری که امیر بزرگیان هم میگه یه جوری در تناقض با جو خشونتی که حاکمه و این خشونت نتیجهش میخوان ترس باشه، ولی به خلافش میبینن که یه سری آدم جوان جمع شدن و خیلی خوشحالن و شادن. و به هر حال حالا چیزای مختلفی که بحث حجاب رو پیش کشیدن و اینکه مثلا اینا حالا از نظر حجاب و از نظر مثلا همین قاطی بودن و اسلامی بودن هنجار شکنی کردن، به هر حال اینجور بحثا مطرحه. ولی حرف اصلی که خود این بچه‌ها میزنن، حالا بعدش به کامنت اگه بتونیم برسیم، اینه که به نظر میاد این گروهی بودنه و اینکه اینا تونستن در یک فضای در واقع آنلاین توی فیسبوک که در واقع هیچ دسترسی بهش نیست بتونن بیان و جمع شن، این نظم عمومی رو به هم بزنن، یه ساعتی مثلا با هم باشن و شاد باشن، این خیلی سنگین تموم شده. خب چند تا از کامنت ها رو گفتی برامون آوردی، اگر بخونی خیلی خوب میشه. آره اتفاقا هم من توی فیسبوک خودم یه سوال کرده بودم که شما فکر می‌کنین چرا این انقدر جنجالی شده، سوال ساده و خیلی زیرش کامنت های زیادی نوشته بودن و همین میگم خیلی ها به اون مقاله امین بزرگیان لینک داده بودن. بعضیا گفته بودن که یکی از دوستام گفته بود که این چون یک قرار اینترنتی بوده و در واقع یه جور غافلگیر کرده، یعنی نه اطلاع نداشتن و یه جور اینا غافلگیر شدن که این بچه‌ها یهو با هم جمع شدن این کارو کردن، این خیلی سنگین تموم شده و انقدر میگن که چون دوست ندارن باش برخورد کردن. یکی دیگه از چیزایی که من دیدم، یه نفر نوشته بود، نظر خودش البته، گفته بود که این حتی یه جور علاوه بر اینکه شادی و مثلا زندگی و ایناست، نزدیکی ادیان حتی مثال زده، گفته بود که مثلا این سنت آبازی چیزی که بین ارامنه وجود داشته، زرتشتیا، و مثلا این یه جوری انگار که نزدیکی این طبقات مختلف با هم بوده و اینکه اینا جوان بودن. یه نفر دیگه هم یه چیز جالبی نوشته بود، من خودم حتی به این دقت نکردم، گفته بود استفاده نمادین از اسلحه، چون اینا تفنگ آپاش برده بودن، ولی به شکل یه کار شاد و مثلا شاید حتی خنده دار و مسخره، و مثلا گفته بودن که اینم توی عکس ها خیلی چیز ترسناکی مثلا به نظر اومده که اینا اینجوری از اسلحه دارن به صورت نمادین استفاده میکنن. در داخل ایران مسئله حجاب رو هم خیلی بزرگ و حجاب، بله میگم سایت های مخالف از اون طرف که از طرف حالا هم حکومت هم برای سایت های اصولگرایی که نوشتن، خیلی روی مسئله حجاب و این دختر پسر بودنشون تاکید کردن. ممنون نگار، مرسی. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. مرسی. بیننده برنامه شباهنگ هستید و در اینجا میخواییم بریم به عربستان. عربستان سعودی در ماه رمضان میزبان نمایشگاه میراث فرهنگی و هنری کشور مراکشه. این نمایشگاه در حالی گشایش یافت که شورای همکاری خلیج فارس که عربستان سعودی از اعضای اونه از مراکش دعوت کرده به اون شورا بپیونده، دعوتی که به نظر میرسه در مقابله با ناآرامی‌های اخیر منطقه و خطر احتمالی از سوی ایران صورت میگیره. نمایشگاه میراث فرهنگی و سنتی مراکش که در جده پایتخت عربستان سعودی گشایش یافته، نشان از مستحکم‌تر شدن رابطه دو کشور دارد. برگزاری این نمایشگاه در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از دو کشور پادشاهی و سنی مذهب اردن در خاورمیانه و مراکش در آفریقا دعوت کردند که به آن شورا بپیوندند. تحلیلگران سیاسی این دعوت را ناشی از تلاش کشورهای عضو به منظور مقابله با ناآرامی‌های اخیر منطقه و خطر ایران شیعه می‌دانند. به رغم اینکه مراکش هنوز به این دعوت پاسخ نداده است، ولی شرکت کنندگان در این نمایشگاه از فکر پیوستن آن کشور به شورای همکاری خلیج فارس استقبال کردند. احسان طیب کارشناس امور سیاسی و اجتماعی میگوید اگر مراکش به شورای همکاری خلیج فارس بپیوندد، دو کشور از آن بهره خواهند برد. نیروی نظامی عظیمی در منطقه ایجاد خواهد شد و صادرات بین کشورها موجب رشد اقتصادی و مدنی می شود.
ثروت سالم که عکاس است، گسترش شورای همکاری خلیج فارس را موجب افزایش مبادلات فرهنگی منطقه می خواند. دمج الحضارتين، الحضارة السعودية مع المغربية نحس يعطي قوة أكثر. نزدیکی دو تمدن مراکش و عربستان سعودی قدرت و همبستگی بیشتری به منطقه می بخشه و فرهنگ بزرگتری ایجاد کنه. مدیر این نمایشگاه نزدیکی دو کشور را چنین می‌بیند. الحاق مراکش به شورای همکاری خلیج فارس به میراث فرهنگی مراکش و عربستان و تمامی فرهنگ عربی می‌افزاید و نتیجه یک دستگل زیبا خواهد بود. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین اعضای فعلی شورای همکاری خلیج فارس هستند. نازیه پویا، صدای آمریکا. در اینجا به کالیفرنیا میریم. در لس آنجلس تعداد بیشماری کلاس‌های آموزشی هنرپیشگی برای اون دسته از علاقمندان به این حرفه وجود داره که بیشتر اونها هفته یکی دو روز کلاس دارن، ولی رویکرد یکی از این آموزشگاه‌های هنرپیشگی کاملا متفاوته. بخش فارسی صدای آمریکا اوقاتی رو با آموزشگاه اکتینگ کورپس در شمال هالیوود گذرونده و داستان از کلاس درس شروع میشه. در یه لحظه به دانشجوها گفته میشه که شاد و بیخیال باشن. کمی بعد به اونا میگن حمله‌ای در شهر لس آنجلس روی داده و یکی از اعضای خانوادهشون کشته شده. موسیقی غم‌انگیز به فضای غم‌انگیز اضافه میشه. این تکنیک آموزش بخشی از اون چیزیه که به اون اردوگاه تعلیماتی میگن و به عنوان یک رژیم روزانه تمرین هنرپیشگی شناخته میشه و مشخصه رویکرد اکتینگ کور در آموزش هنرپیشه هاست. شما نمیتونید کاری رو هفته یک بار انجام بدید و بعد انتظار داشته باشید در اون مهارت پیدا کنید. یوجین بویکا، مؤسس و مدیر هنری اکتینگ کور و بانی فلسفه اردوگاه تعلیماتی است. از این هفته تا هفته دیگه فراموش میکنید. حتی اگه اطلاعات واقعی رو فراموش نکنید، بدنتون تجربه رو یادش میره. بویکا میگه مثل هر زمینه دیگه ای، برای حصول پیشرفت واقعی تمرین مستمر لازمه. او بیش از 20 ساله که در صنعت هنرپیشگی بوده و این آموزشگاه هنرپیشگی رو در شهر لس آنجلس طی 10 سال گذشته اداره میکنه. When you look at the number of actors in Los Angeles and there's so many unemployed actors, my question is how many of them actually apply themselves. سوال من اینه که وقتی به تعداد هنرپیشه‌ها در لس آنجلس نگاه می‌کنید و این همه هنرپیشه بیکار وجود داره، چند نفرشون اراده به خرج میدن و به آموزش و آمادگی خودشون برای کار می‌پردازن؟ عادت سخت‌کاری بویکا ممکنه بازتاب ریشه‌های او باشه. او در رومانی کمونیست زاده شده و به یاد میاره که در بچگی به صدای آمریکا گوش می‌داده. یادم میاد عموی من یه رادیو داشت و وقتی خانواده خواب بودن توی اتاق نشیمن به صدای آمریکا گوش میکرد. هیچ وقت هم صداش رو بلند نمیکرد چون نمیخواست همسایه‌ها بدونن به چی گوش میده. بویکا در 10 سالگی به نیویورک مهاجرت کرد. بعدها که به صورت تصادفی گزارش به یک آزمایش هنرپیشگی در یک نمایشنامه در دانشگاه پنسیلوانیا افتاد، عاشق هنرپیشگی شد. او این نقش رو دریافت کرد و بعدها شدیداً به فکر درک عملکرد هنرپیشگی افتاد. مأموریتی که او را در جستجوی کسب بینش از استادان برجسته هنرپیشگی از جمله سنفورد مایزنر به دور دنیا برد. امروز عشق او به هنرپیشگی در آموزشگاه هنرپیشگیش اکتینگ کور ظهور کرده و او باور میکنه که هر کسی، بله هر کسی، میتونه هنرپیشه خوبی باشه. We all have a subconscious mind. ما همه یه ذهن ناخودآگاه داریم، ولی بعضیا بیشتر بهش مراجعه میکنن که فکر میکنم اصطلاحاً بهش استعداد یا توانایی طبیعی میگن. طی دوره کار هنرپیشگی و کارگردانی و تولید و نگارش، بویکا شاهد تکامل این صنعت و به ویژه گسترش اینترنت بوده که به گفته وی موجب خلق فرصت‌های بیشتری برای هنرپیشگان شده، ولی با درآمد کمتر. پس چه چیزی موجب موفقیت در صنعت نمایش است؟
بویکا میگوید درک این که این فقط یک تجارت است. درک این که شما یک محصول هستید و میدونید که چه میپوشید و اینکه جای شما کجاست، شما باید سمج باشید و نمیتونید به آسونی ول کنید. جاشوا واتسون اخیراً برای دنبال کردن جدی حرفه هنرپیشگی از فلوریدا به لس آنجلس نقل مکان کرد. با اینکه به نظر میاد در این شهر ازدیاد هنرپیشه وجود دارد و بسیاری هم گزش اقتصادی را حس کردن، جاشوا میگوید نگران نیست. I just have a strong belief in mind over matter. من یک باور قوی نسبت به مسئله دارم و اگه شما خودتون رو باور داشته باشید میتونید بر مشکلات فائق بشید. من واقعا به این معتقدم. بیش از 20 سال پیش یوجین بویکا تصمیم گرفت به دنبال خواستش برود و امروز هنوز باور دارد که با کار کافی و اراده بسیار همه میتوانند. گزارش مونالیزا از لس آنجلس، نگار مرتضوی، صدای آمریکا. اما در رابطه با سینما، روسیه ممکنه به هالیوود دوم تبدیل نشه، ولی فیلم‌های هالیوودی با زیاد شدن طرفداران روسش بر سینما این کشور غلبه کرده. دوستداران فیلم و سینما در روسیه که در 20 سال گذشته پس از اسهم‌پاشی اتحاد جماهیر شوروی افزایش چشمگیری داشته، فیلم‌های خارجی به خصوص فیلم‌های آمریکایی رو به فیلم‌های روسی ترجیح میدن. گزارشی داریم در این مورد. بازار سینمای در حال رشد روسیه که در آن فیلم‌های سینمایی آمریکایی بیشتر از فیلم‌های محلی محبوبیت دارد، هر روز فیلمسازان بیشتری از هالیوود را به خود جذب می‌کند. هالیوود که به کسب درآمد بیشتر از تماشاگران روسی چشم دوخته است، برای تبلیغ خود ستارگان نامی سینما را برای رویدادهای مختلف فرش قرمز به مسکو می‌کشاند. برای مثال جانی دپ و پنلوپ کروز ماه مه برای اکران نخست فیلم Pirates of Caribbean on a Stranger Tides به مسکو آمده بودند. جاستن تیمبرلیک و میلا کونس نیز همراه با کارگردان ویل گلاک برای تبلیغ فیلم Friends with Benefits در مراسم فرش قرمز ماه ژوئیه شرکت داشتند. کارگردان ویل گلاک با اطمینان روسیه را یکی از بازارهای عمده برای فیلمسازان بین المللی می خاند. بازار فیلم روسیه در حال شکوفا شدن نیست، بلکه آشکارا یکی از بازارهای عمده هستش. به نظر من مراسم اکران اول فیلم‌های زیادی رو در روسیه خواهیم دید. فیلم‌های خیلی زیادی رو. در ماه ژوئن نمایش اول فیلم سه‌بعدی هالیوود Transformers The Dark of the Moon 80 نفر از افراد برجسته هالیوود را به مسکو جذب کرد. از جمله مایکل بی، شیا لابوف، جان مالکوویچ و پاتریک دمسی. فیلم ترانسفورمرز در هفته اول اکران در روسیه حدود 22 میلیون دلار فروش داشت. دو دهه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی پیشین، سینما رفتن در بین مردم روسیه بسیار رایج شده است. فیلم‌های خارجی به خصوص در دو سال اخیر محبوبیت خاصی در بین مردم این کشور پیدا کردند. سال گذشته فیلم‌های آمریکایی تقریباً 5 برابر فیلم‌های روسی درآمد داشت. نیکیتا ترینکین، مدیرعامل شرکت فیلمسازی بازلوف، سلیقه و علاقه مردم روسیه به فیلم‌های خارجی را عامل موفقیت فیلم‌های آمریکایی می‌داند. فروش فیلم‌های روسی به ندرت از 20% در سال بالا رفته. الان حتی پایین‌تر هم اومده. دلایل مختلفی است. یکیش اینه که در طول بحران اقتصادی هیچ سرمایه‌گذار خصوصی نبود و دولت هم به ندرت پشتوانه می‌داد. و همون تعداد فیلم‌های کمی هم که روسیه می‌ساخت از کیفیت چندان خوبی برخوردار نبودند. همین مردم روسیه را عادت داد که فیلم‌های خارجی رو ترجیح بدن. تنها راه حل اینه که روسیه چند تا فیلم خوب و موفق با کیفیت بالا به بازار بده. فیلم‌های روسیه اخیر سوخته از آفتاب دو، قلعه، ساخت کارگردان پیشکسوت نیکیتا میخالکوف و فیلم نمایش شاپیتو از سرگی لوبان در جشنواره فیلم کن و جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو معرفی شده و مورد انتقادهای خوبی قرار گرفتند. هرچند هر دو فیلم در مقایسه با فیلم‌های آمریکایی فروش خیلی پایینی داشتند. نازنین پایدار، صدای آمریکا. لندن، بریتانیا. ادامه آب‌بازی پنگوئن‌ها.
گلبازی کوکا و چای میوه نوشیدن گوریل ها در روزهای گرم تابستان باغ وحش لندن. الله آباد، هند. شرکت صدها عابد دین هندو در مراسم سالانه ستایش مار موسوم به ننگ پنچامی. پکنچین زیلین بابل، نمایش حباب ها و لیزرهای رنگین با اجرای فنگنگ، هنرمند بین المللی. هنگ‌کنگ، نمایش اشیای متعلق به بروسلی، استاد فقید کنگ‌فوکار افسانه‌ای پیش از حراج در هنگ‌کنگ. اوکلند، آمریکا. خواننده سبک سنتی اپرای چین، تایلر تامسون، ستاره نوجوان 15 ساله. کلیولند، آمریکا. My Best Friend's Brother، ترانه‌ای با اجرای ویکتوریا جاستیس، بازیگر سری فیلم ویکتوریوس و یا پیروز از شبکه تلویزیونی نیکلودیان. خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی شباهنگ امشب میرسیم. ایمیل ما رو فراموش نکنین، shabahang@voanews.com. اما در اینجا یک موزیک ویدیو به شما تقدیم میکنیم از دانا اند لورن به نام کالیفرنیا لاب. شب خوش. Knows how to party in the